حشمت الله آریان، امیر، متولد 15 خرداد 1336 بود و در سال 1354 بعد از پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه ملی ایران که بعدها شهید بهشتی نام گرفت شد و به عنوان دانشجوی برجسته رشته ریاضی دانشگاه ملی ایران شناخته شد. عضو سازمان جوانان فدایان خلق ایران اکثریت بود. صبح روز 29 اردیبهشت 1361، حدود یک ماه و اندی پس از ازدواجش، هنگامی که به سر کار می رفت توسط دو مأمور موتور سوار لباس شخصی دستگیر شده و به کمیته نارمک برده می شود. بعد از بازجویی های مکرر امیر را به خانه بر می گردانند تا خانه را برای یافتن مدرک جرم بازرسی کنند. خانه این عروس و داماد جوان، یعنی امیر و همسرش ماندانا، اجاره‌ای بود. صاحب خانه امیر که خود تازه ازدواج کرده و کارمند بانک بود را در محل کارش دستگیر و همراه با همسر امیر ماندانا به کمیته می برند. جستجو در خانه امیر برای یافتن مدرک جرم بی نتیجه می ماند. لذا تنها چیزی که پیدا می کنند چند کتاب رمان، اقتصاد و فلسفه را به عنوان مدرک جرم ضبط می کنند. عکس های عروسی امیر و ماندانا را نیز با خود می برند. حتما به قصد شناسایی افرادی که در جشن عروسی این دو جوان حضور داشتند. متاسفانه این عکس ها علی‌رغم تقاضاهای مکرر همسر امیر ماندانا هرگز به او برگردانده نشد. صاحبخانه امیر را نیز مورد بازجویی قرار داده و تهدید کرده بودند که حق اطلاع رسانی به خانواده امیر را ندارد. خانه اجاره امیر را پلمب کرده و تا ماها اجازه ورود و یا تخلیه آن خانه را به هیچ کس ندادند. امیر و ماندانا را از کمیته نارمک به اوین منتقل کردند. امیر از همان لحظه ورودش به شدت مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. بعد از روزها بازجویی و شکنجه، علی‌رغم نداشتن هیچ مدرک جرمی از او، برای گرفتن زهر چشم او را به بند عمومی زندان منتقل می کنند. بازجو به او گفته بود اینقدر اینجا نگهت می دارم تا موهای سرت سفید شه. پس از 2 سال بلا تکلیفی در تابستان سال 1363 حاکم شهر امیر را در عرض 5 دقیقه دادگاهی کرده و از او می‌خواهد که ابراز ندامت و توبه کند تا آزاد شود. امیر پاسخ می‌دهد ماها من را بدون هیچ دلیل و مدرکی زندانی و شکنجه کرده اید. دستگیری، زندان و شکنجه من حتی مخالف قانون اساسی خود شماست. حال از من می‌خواهید که توبه کنم؟ از چه چیز باید توبه کنم؟ حاکم شهر با عصبانیت او را بیرون کرده و به 2 سال زندان محکوم می کند. برای سپری کردن دوران محکومیت امیر را به زندان قزل‌حصار می فرستند. محکومیت 2 سال حبس امیر تابستان سال 1365 تمام می شود. او را برای آزادی به زندان اولیه، یعنی اوین، منتقل می کنند. ولی در اوین بار دیگر دادگاهی می شود و در یک جلسه 2-3 دقیقه‌ای حاکم شهر از او می خواهد که نسبت به اعمال و عقایدش ابراز توبه و ندامت کند تا آزادش کند. امیر پاسخ می دهد حبس و شکنجه من در تمامی این سالها
مغایر قوانین خود شما بوده است. حال من باید توبه کنم؟ من کاری نکردم و چیزی برای توبه ندارم. این حرف ها به مذاق حاکم شهر خوش نمی آید و بدین دلیل آزادی امیر را تا اطلاع ثانوی معلق کرده و او را به زندان گوهردشت کرج منتقل می کند. آخرین ملاقات امیر در خرداد سال 1367 بود. مسئولین زندان اوین دلیل قطع شدن ملاقات ها را عفو عمومی خمینی و بررسی مجدد پرونده زندانیان برای عفو عمومی اعلام می کنند. امیر انسانی عاشق بود، عاشق سرزمینش، عاشق مردم سرزمینش و خانواده و همسرش. امیر عاشق ماندانا بود. طبعی لطیف و نثری شاعرانه داشت. افسوس و صد افسوس که زندگی یا مرگ عاشقان این سرزمین را خدا این که دیگرانش می پرستیدند رقم زد. عفو عمومی خمینی خبر اعدام امیر بود. در چهارم آذر ماه سال 1367 وزارت اطلاعات خبر اعدام امیر را به خانوادهش می دهد. علت اعدام امیر را فعالیت های تشکیلاتی او در زندان و رابطهش با عملیات مرصاد مجاهدین اعلام می کنند، در حالی که امیر زمان دستگیری عضو سازمان جوانان فدایان خلق ایران اکثریت بود. فعالیت های تشکیلاتی در زندان و رابطه زندانی با عملیات مرصاد مجاهدین طوفان خنده. این گونه دلایل برای اعدام بهترین فرزندان این سرزمین فقط و فقط آنجا می تواند بیان شود که مغز از اندیشیدن باز مانده باشد. محل دفن امیر نامعلوم است. هیچ وصیت‌نامه یا توضیح دیگری به خانواده او داده نشد. اجازه عزاداری از خانواده امیر سلب شد. مسئولین وزارت اطلاعات خانواده امیر را شدیداً تهدید کردند که اگر کلامی درباره اعدام امیر با کسی در میان گذارند مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. بر طبق شواهد و نوشته های بازماندگان از قتل عام 67، امیر در 9 شهریور سال 1367 اعدام شد. از امیر، از حشمت الله آریان میگویم و مینویسم تا همگان بدانند و در تاریخ ثبت شود که بر او و خانواده او چه ظلم ها که روا نداشتند. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و نه میگذاریم جهان جنایت های این رژیم را فراموش کند. امیر حشمت الله آریان در 9 شهریور 1367 به جاودانها پیوست. یادش گرامی باد. یادش گرامی باد. با هم گوش کنیم به آخرین نامه امیر، آخرین نامه حشمت الله آریان که در تاریخ 24 اردیبهشت 67 از زندان اوین برای همسرش ماندانا که تا آخرین لحظه‌ای که زنده بود عاشقانه دوستش می‌داشت نوشته است. نامه این که گویای عشق و لطافت روح آزاد یک مبارزه در بنده است. Thank you.
پسر مهربانم، سلام. امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشی. متاسفانه ملاقات این بار به تعطیلی خورده و باید یک ماه منتظر دیدنت باشم. شاید نوشتن نامه قدری آرامم کند. فکر یک ماه انتظار آزارم می دهد و باید در پی تو به اعماق قلبم پناه ببرم، آنجا که مهرت، عشقت، گرمی دست ها و شراره چشمانت را از برای فاصله ها نیست احساس می کنم. باید که به آسمان آبی نیم روز، به ستاره ها، به تپه های سرسبز و زیبای اطرافم و به گل های تازه رسته کنار پنجره اتاقم که حضور بهشت آسایت را برایم تداعی می کنند پناه ببرم. جانم فدایت. یادم هست این موقع سال توی باغچه منزل گلهای زیبایی در می آمد. دوست دارم جای آن گلها باشم. دوست دارم جای آن گلها باشم تا وقتی هر روز از کنارم می گذری و مرا می بینی نگاهت کنم و چون عشق و انتظار را در چشمهایت می بینم رساتر از هر زمانی بهت بگویم عزیزترینم، دوستت دارم. همسر خوبم، چند روز بیشتر به پایان 6 سال دوریمان باقی نیست. یادآوری این موضوع ناراحتم می کند و با تمام وجودم آرزو می کنم این وضع حتی یک لحظه دیگر نیست دوام نیابد. حتی یک لحظه دیگر. عزیزم، همیشه و همه جا به تو فکر می کنم. می پرستمت. همسرت. دوستت.